نشاید که ایران ویران شود، کنان ددان و سگان و خوکان شود. چه شکوه و عظمتی برای ما به دست آوردن شاهان آریایی در سرزمین آریایی، و چه ذلت و خاری برای ما آوردند این بنی هاشم از 1402 سال پیش تا به امروز. اقتدار و شوکتی که ما داشتیم با افتخار پلیس، ژاندارم خلیج پارس بودیم. این افتخار بود که ما ژاندارم خلیج پارس بودیم. افتخار بود وقتی که عمان کمونیستا میخواستن قدرت رو بگیرن، اتحاد جماهیر شوروی نیرو گذاشته بود، پادشاه ایران نیرو میفرسته و نمیگذاره که پادشاهی عمان بیفته در دست کمونیست ها. و اگر امروز میبینید شاه عمان میاد واسطه گری میکنه برای یک سری مسائل با این نظام پلید، اون خاطری محمد رضا شاه در ذهنشه، چون موقع یارو بچه بوده که، ولی این خاطره مونده در ذهن اونها. این اقتدار و شوکت رو امروز به کجا رسوندن اینها؟ این که شاهرگ حیاتی ماست، شاهراه درجه اول اقتصاد جهانی است. با توجه به این واقعیت بود که کشور من اعلام داشت در هر موقع که کشورهای آزاد و مستقل حوزه خلیج فارس از ما درخواست کمک کنند، ما به یاری آنان خواهیم شتافت. خوشبختم که همکاری های نظامی ما که به خاص شما و برای دفاع از تمامیت و حاکمیت کشور شما به حفظ امنیت و ثبات خلیج فارس صورت گرفت، در تأمین این دو نظر مفید واقع شد. و البته موقعی هم که خود شما دیگر احتیاجی به ادامه حضور نیروهای ما در خاک خیش نبینید، این نیروها فراخوانده خواهند شد. تندرستی و شادکامی شخص آن اعلی حضرت و رفاه و ترقی روزافزون ملت دوست و برادر و همکیش عمان و توسعه باز هم بیشتر روابط مودت و همکاری دو کشور را از خداوند متعال مثلت دارم. به جایی رسیدم که در سرزمین برادر و مهربان و همکیش آریایی، زرتشتی، اوستایی و همتبار ما خراسانی اومدن یک سری باند شیاد تروریست را حاکم کردن که اینا اصلا افغانی هم نیستن. بارها بهتون عرض کردم، خود رهبران مقاومت افغانستان گفتن که طالبان شناسنامه و هویتی که دارن خارجیست، غیر افغانیست. اکثر اینا در پاکستان بودن و کشوری عربی بودن، هویت اونا رو دارن، اصلا فارسی بلد نیستن حرف بزنن، حتی همون دری بلد نیستن حرف بزنن، پشتونشون هم خوب نیست. این بیگانه ها رو اونجا حاکم کردن. بعد حالا تا کجا برسه که جدا از کشتن مرزبانان ما از قبل آب رو ببندن و طمع بر سیستان و بلوچستان داشته باشن و از همه مهمتر نقشه خودشون رو چسبیدن به نقشه بزرگ ایران و اتحاد جماهیر اسلامی و این مزخرفات. غیرت ها، این مردم بی غیرت، شما مقصرید دیگه. دیگه نظام و استعمار و فلان اینا، نه شما بی غیرت ها، شما مردمی که خاموشید به قول پادشاه سرحشور آریایی آریامهر، اکثریت خاموش، اکثریت خفته، میلیون ها خواب زده. شما بدونید چطوری شد که نادرشاه بزرگ رفت و هند رو به اون بزرگی و اقتدار و ثروت گرفت؟ میدونید چطور شد؟ این سپاه افغان، میدونید که افغان یک قبیله بوده، محمود خان افغان و از این وعبه حالا اینها حمله میکنن، مثل همین دفعه که میبینید حمله میکنن به از در مرزهای چیزشون به ایران و چند تا سرباز ایرانی رو میکشن و فلان اینا، نادرشاه و اینا فرار میکنن، میرن تو هند پناهنده میشن.
نادرشاه به هندوستان پیام میده که این تروریست ها رو به ما تحویل بده. نمیدم. تایم میذاره. نمیدم. سپاهش رو ور میداره میره. هند رو فتح میکنه. برای همین که وقتی هند رو فتح میکنه تروریست ها رو میکشه، سرزمین رو میده دست خود شاه هند. اونجا دیگه گماشته نمیذاره و اینا. هدفش سرکوب شورش کرده بود. بعدم جنگ فکر نکنین چیز بدیه. نه. جنگ خیلی چیز خوبیه. وقتی که داری دفاع میکنی از میهنت، از سرزمینت، دفاع لازمه، پدافند لازمه، دشمن باید گوشمالی بشه. دشمن باید بدونه که طمع نمیتونه داشته باشه. این دختر جوانه ببینید، حرفی که سالها و بارها زدین داره میزنه، حرف عمر خیام میزنه، هر زایشی خونریزی داره. خانم ها وقتی که فرزند به دنیا میارن چه سزارین بکنن چه راحت بذارن، خونریزی داره، زایشی است. یک رستمی به دنیا میاد، یه بابکی به دنیا میاد، یه نادرشاهی، یک رضا شاهی، یک محمد رضا شاهی به دنیا میاد، خونین هست. ما از خون ریختن ناراحت نمیشیم. بعد از این نیاد چهار بدین که اون رو زدن، اون رو کشتن، اون رو شکنجه کردن، فلان اینا. ایران تولد دوباره شروع شده. یادآور بشم به هر کسی که این ویدیو رو گوش میده و میبینه، به موقعی که خلقت فرم جدیدی میخواد به خودش بگیره، به موقعی که مادر میخواد فرزندش رو به دنیا بیاره، یا دانه جوانه ازش بیرون بزنه و درختی که درش هست رو به دنیا بیاره، به موقعی که خداوند، پروردگار، هوش، جریان، رقص، زندگی، آگاهی، منبع، سورس، الله، هر چی که اسمش رو شما میذارید، به موقعی که میخواد فرم عوض کنه و روی این کره‌ای که ما هستیم، یعنی اکسیژن بهش داده بشه، نفس داده بشه، به موقعی که اون فرم نزدیک میشه به زایدن، زایش، فشار و تراکم بسیار بالا میره و این یکی از اصل‌های زندگیه. دلیل یادآوری این پایه، این اصل زندگی، اینی که من و شما ازش ایجاد شدیم، این انرژی، این هست که در این نقطه از انقلابمون که هستیم، میان میگن 15,000 نفر به بالا دستگیر شدن و باید اعدام بشن، فشار بیشتر، تراکم رو بالا ببرن، ولی نمیدونن ما انسانهای بیدار میدونیم این اصل رو، که وقتی که این فشار بالا میره، یعنی ما به تولد ایرانمون، انقلابمون پیروزه و نزدیکیم بهش، تولد، به زایش نزدیک شدیم. برای همین فشار بالا میره. اینو میگن که ما به ترس عقب بکشیم، ولی نمیدونن که دانه باید بشکند تا درخت و باغ درونش عیان شود. قلبای ما شکسته است و این در شک نیست، ولی دونه ما که میشکنه، درخت که نه، یک باغ درونشه که عیان میشه. هرچی عکس بیشتر، ویدیوی بیشتر، اخبار با تعداد بالاتر و این فشار بیشتر میشه، برای ما ایرانی های بیدار نشانه این هست که به این تولد نزدیکتر هستیم. هیچ جانداری، مادری، در هیچ نوع جانداری، نه فقط انسان، نیست که به موقع تولد، به موقع به دنیا آوردن پا پس بکشه. ما ایران جدیدمون رو به زودی در آغوش میکشیم و این زایش با خون و خونریزی توأم هست، شکی نیست درش. همه سپاس ما به دختان و بانوان آریایی است. دختان و بانوان ایرانی، شما در نظر بگیرید که آریایی بودن و آریایی گفتن و آریا را همواره به زبان آوردن در برابر بنی هاشم و تازیان و روحانیت انگلیسی و غیره، یعنی چی؟ بعد بعضی هم ترسوندن که اسم آریا رو به زبان بیارن. ببینید شهبانو چی میگه؟ مهر آریایی، خب کوروش، ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارم. اسم شوهرش هم بود آریامهر. این آریا و آریایی و مهر آریا و آریامهر از دهنتون نباید بیفته. شیر زنان آریایی، بچه های ما شیر زنان رفتن تا آموزش نظامی میبینن، آموزش رزمی میبینن، همونطور که بارها گفتم، همیشه گفتم، نشونم میدم و خواهم داد که اینجوری برن بزنن این تبهکاران بنی هاشم اشغالگر تازی حاکم، که دیگر امروز مرزبان های ما رو به گروه.